در آستانه دو سالگی سقوط نظام جمهوریت و تسلط گروه طالبان در افغانستان، شهروندان این کشور میگویند در طی دو سال اخیر سخت‌ترین روزها و شرایط خفقان را سپری کردند. آنان از سکوت جامعه جهانی در برابر ظلم و ستم گروه طالبان انتقاد کرده و هر نوع تعامل با این گروه را جفا در حق مردم افغانستان و جهان می‌دانند. با این حال پس از دو سال حکومت طالبان در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل میگویند تصور تغییر طالبان اشتباه ثابت شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. 15 آگوست روز سیاه و فراموش نشدنی برای مردم افغانستان. درست دو سال پیش در 15 آگوست 2021 میلادی با فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان، نظام جمهوریت سقوط کرد و گروه طالبان پس از حدود 20 سال دوباره بر افغانستان مسلط شدند. شهروندان افغانستان میگویند با سلطه گروه طالبان که طی یک توانی ننگین آمریکا و برخی حلقات پیشین داخلی صورت گرفت، تمامی نهادهای نظامی و غیر نظامی این کشور فرو پاشید و سرنوشت سیاهی که تا امروز برای افغانستان و مردمان این کشور چیزی جز آوارگی، گرسنگی و انزوا به ارمغان نیاورده است. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، فقر و گرسنگی به اوجش رسیده و میلیون ها نفر در افغانستان با قحطی و سوء تغذیه مواجه هستند. طالبان دوباره برای مردم افغانستان ثابت کردند که طالبان فقط معتقد به ایدئولوژی افراطی پشتونی است و دیگر هیچ گونه گروه ایدئولوژیکی، فرهنگی، مذهبی و قومی را نمیپذیرند و در صدد محو و حذف از اینا هستند. با تسلط دوباره گروه طالبان، بیشترین آسیب را شیعیان و هزاره های افغانستان متقبل شدند. حاکمیت طالبان در افغانستان زمینه فعالیت سایر گروه‌های تروریستی از جمله گروه سنی‌های تندرو داعش را بیشتر از پیش فراهم ساخته است. از سوی دیگر، حذف نصاب آموزشی شیعیان از مکاتب و دانشگاه‌ها، کوچ اجباری برکناری هزاره‌ها از نهادهای دولتی و ممانعت از برگزاری مراسم‌های مذهبی شیعیان از موارد برجسته‌ای هستند که طی دو سال اخیر علیه شیعیان اعمال شده است. گروه طالبان عمده ترین محدودیت ها را بر شیعیان افغانستان در دهه محرم امسال اعمال کردند که در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه خوانده شده است. بسیاری از کارشناسان امور مذهبی به این باور هستند که چنین محدودیتی بر حقوق و آزادی های مذهبی شیعیان در افغانستان دست کم در یک قرن اخیر در این کشور سابقه نداشته است. در طول دو سال گذشته ما به واضح دیدیم که روند نسل کشی هزاره ها در افغانستان دوباره تازه شد. کشته شدن مردم مسلمان هزاره در وقت اقامه نماز در ماه مبارک رمضان در مزار شریف یکی از نمونه های ازی است که هزاره ها را می خواهند از افغانستان حذف بکنند. انفجار مرکز تعلیمی کاچ نمونه واضح دیگر از این مسئله است که می خواهند اقوام غیر پشتون در افغانستان حذف بکنند. زنان و دختران در افغانستان هم بیشتر از هر قشر دیگر جامعه مورد ظلم و ستم گروه طالبان قرار گرفتند. طی دو سال اخیر زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، کار و حضور در جامعه محروم شدند. هرچند زنان و دختران در افغانستان بارها علیه ظلم و ستم گروه طالبان به خیابان‌ها آمده و دست به راهپیمایی زدند، اما هر بار با سرکوب و شکنجه طالبان روبرو شدند. زنان در افغانستان از آغاز ورود قدم‌های سیاه سیاست جدید با خفقان عمیق روبرو شدن. صداهای آزادی، صداهای آبادی، صداهای مخالف نظام سرکوب میشه و تا امروز سرکوب میشه. آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد که طی دو دهه اخیر یکی از دستاوردهای مهم مردم افغانستان محسوب می‌شد، با تسلط طالبان افغانستان اکثر این رسانه‌ها مسدود و هزاران خبرنگار مجبور به فرار از افغانستان شده و یا دست کم از فعالیت خبرنگاری دست برداشتند. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی حامی خبرنگاران، گروه طالبان صدها خبرنگار را بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده است. خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای افغانستان همانند سایر اقشار اجتماعی در طی دو سال اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند.
ادامه وضع محدودیت و سانسور رسانه ها در افغانستان از سوی گروه حاکم باعث پوشیده ماندن جنایت و فجایع شده که در نقاط دوردست و کلان شهرهای افغانستان رخ می دهد. ادامه این وضعیت نگران کننده و تأسف آور است. این در حالی است که پس از 2 سال از حاکمیت گروه طالبان، ده ها تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر، در یک بیانیه مشترک گفتند که مفکوره تغییر طالبان اشتباه از آب درآمده است. با این حال در آستانه 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت، شماری از شهروندان افغانستان که در کشورهای دیگر از جمله آلمان و کانادا و چند کشور دیگر زندگی می‌کنند، در اعتراض به سکوت جامعه بین الملل در برابر عملکرد طالبان به خیابان‌ها آمدند و تعامل با طالبان را محکوم کردند. معترضان همچنین با اشاره به جنایات جنگی، تبعیض جنسیتی، کوچ اجباری، نسل‌کشی هزاره‌ها و حمله به مراسم‌های مذهبی شیعیان از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستند برای معرفی طالبان به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه جدی اقدام کند. معترضان از جامعه بین المللی خواستند به حکومت طالبان پایان دهند و تأکید کردند که ادامه حکومت این گروه تهدیدی برای مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما همراه هستند. جناب علیزاده، سلام عرض ادب. سپاس و تشکر دارم از دعوت شما. سلام بر شما. بزرگوارید. آقای علیزاده، فروپاشی نظام جمهوری و سلطه طالبان در افغانستان در بعد خارجی و روابط بین المللی چه تأثیراتی داشته است؟ بفرمایید. خب ببینید، تقریبا مسئله‌ای که برای افغانستان اتفاق افتاده این که این کشور شدیداً گرفتار مفهومی به نام اسلام سیاسی واپسگرای سلفی است. به چه معنا؟ به این معنا که اینها ابزار قدرت پیدا کردن خودشون رو اسلام قرار دادن، نه اینکه برایشون اسلام به عنوان یک دین آسمانی، نه، بلکه با توجه به جمعیت مسلمان کشور افغانستان اسلام رو پله خودشون کردن برای اینکه به قدرت برسن. اون هم از نوع بسیار افراطی و سلفی، به گونه ای که شما نگاه کنید چقدر دچار خشکی هایی هستن در مدیریت جامعه. آنان هم که در قدرت هستن همه هیچ کلومشون تحصیل کرده دانشگاه نیستن، همه تحصیل کرده های حوزه‌های علمیه اهل سنت در دیوبندی در خاک پاکستان هستند و به شدت افکار خشکی رو ارائه میدن. آمدن طالبان در واقع نباید اینطور تلقی شود که طالبان قدرت رو کسب کردن، بلکه قدرت به او اعطا شد. یعنی چه؟ یعنی ایالات متحده بعد پس از 2 دهه حضور خسارت جانی و مالی در افغانستان فهمید که نمیتوانه در این کشور بیش از این درنگ بکنه. دیدید که ایالات متحده خاک این کشور رو خیلی سراسیمه ترک کردش و چون میدانستن تنها نیروی متشکل و مسلح طالبان هستن، در قطر با اونها به توافق رسیدن، در واقع قدرت رو به طالبان تفویض کردن، نه اینکه طالبان برای متر گرفتن این سرزمین جنگیده باشه. خب از نظر بین المللی چه تأثیراتی رو داشت؟ تأثیرش این بود که اولا در منطقه تمام کشورهای همسایه خودش رو تحت تأثیر قرار داد. الان پاکستان اعلان کرده که با قدرت رسیدن طالبان 51% عملیات‌های تروریستی در خاک پاکستان افزایش پیدا کرده. برای ایران هم که دیدید تنش‌های آبی و تنش‌های مرزی و کوچ دادن هزاران هزار نفر به خاک ایران انجام شده. همین وضعیت با ازبکستان و تاجیکستان هم تقریبا برقرار هستش. پس منطقه رو بسیار آشوب کرده و از طرف دیگه خب ایدئولوژی اینها طوری هستش که مردم این سرزمین رو هم بسیار بهش آسیب زده.
میدونید تفکر طالبان رو دو وجه میشه شناختش، یکی از نظر تیره و تبار پشتون هستن و نظر عقیدتی اسلام سلفی رو بهش اعتقاد دارن. حالا هر کسی خارج از پشتونیزم باشه و هر کسی خارج از اسلام سلفی باشه، طالبان باش دشمنی داره، از جمله با شیعیان افغانستان که زخم‌های بزرگی به تنشون خورده بوده، و از جمله فارسی زبانان، از جمله فارسی زبانان هم آسیب دیدن. همچنین رفتار بسیار متوحشانه ای رو با زنان و بانوان این کشور داشته که یک نمونهش این هستش که دختران را از تحصیلات عالیه رفتن به دبیرستان دانشگاه ممنوع کرده. به هر حال پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی زیادی داشته که حالا مختصری از اون رو اشاره کردم. به رسمی از شناخته نشدن طالبان طی دو سال گذشته از سوی هیچ کشور دنیا به چه معناست؟ آیا تغییری در این وضعیت رو خواهد داد؟ بفرمایید. بله، خب این یک نکته مهمی هست. شما ببینید طالبان دو دور به قدرت رسیدن، یکی 1996 تا 2001 که با حمله آمریکا از بین رفتن، و یکی هم دو سال پیش تا کنون. در جالب این هستش در دوره اول طالبان، طالبان از سوی سه کشور، اقلا سه کشور رسما به رسمیت شناخته شده بود، کشورهای پاکستان، امارات و عربستان سعودی. اما در این دور که دو سال هم می گذرد، نه هیچ کس، هیچ کشوری به طور رسمی به رسم ریکگنیشن یا شناسایی نکرده طالبان رو. البته وقتی میگیم به طور رسمی، معنیش این هستش که به طور غیر رسمی، چرا برخی کشورها مبادر اقدام به شناسایی طالبان کردن، یعنی به اصطلاح میگن دو فاکتو ریکگنیشن، یعنی شناسایی دو فاکتو غیر رسمی. کشورهایی بوده هستن که سفارت طالبان، سفارت افغانستان در کشور خودشون رو تحویل طالبان دادن، از جمله مسکو، از جمله ترکیه، از جمله ایران سفارت خود این کشور رو تسلیم طالبان کردن. این خودش یک نوع شناسایی حساب میشه، اگرچه شناسایی غیر رسمی است. اما در کلیت طالبان اینکه نتوانسته شناسایی رسمی پیدا بکنه از سوی کلیه کشورهای جهان، غیر رسمی رو بذاریم کنار، این خودش خیلی معنا داره که ایدئولوژی، اولا ایدئولوژی و دوم رفتاریه که این قوم پشتونیزم سلفی‌گرا از خودشون نشون دادن، به شدت انزجار آفرین بوده در دنیا تا اونجایی که دو سال گذشته و کشورها اقدام به شناسایی رسمی نکردن. فعلا طالبان میشه گفتش که یک ملتی رو اسیر کرده و در ازای اسیر کردن ملت خودش به دنبال این هستش که مورد شناسایی قرار بگیره. تا اینجا کشورهای دنیا از این اقدام امتناع کردن. تشکر میکنم از حضور شما. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما همراه بودند.